مسئله رفتن برق صدای خیلی از هموطنانمون رو درآورده. یک دکتری دندون پزشک هستین، ایشون اومده یه پیام فرستاده، اجازه بده صدا رو هم بازتر کنم براتون صدا باشه. سلام. میگه ببینید آقا، وسط داره دندون مشتری رو عصب کشی میکنه، برق میره. خب چی کار کنه؟ ماده بیهوش بی س... ماده سری زده تو دندون، نمیدونم، یا درد دندون. خب بد دردیه دیگه، کشیدید دیگه احتمالا همتون، هر کسی یه بچه شیرم بخواد دندون در بیاره درد میکنه، این درد دندون داره، بد دردی هست این درد دندون. حالا حساب کنید طرف رفته یا میخواد دندون بکشه یا دندون بکاره یا دندون پر کنه، وسطش یه دفعه برق میره، تا مغز و استخون طرف درد میگیره دیگه. این دکتر ببینید چه پیامی داره برای شما. من دکتر سالاری هم دندان پزشکم و اینجا مطلب دندان پزشکی هست. بعد برخلاف بسیار از مخاطبین شما که ویدیو میگیرن و موبایلشون اونوری میگن که چهرهشون، من اصلا هیچ عبایی ندارم، هیچ مشکلی نیستش، کاملا به اینجامون دیگه رسیده. امروز سه بار قطعی برق داشتیم تو تهران و حالا مشکلاتی که برای بیمارستان ها و کسایی که تو خونه هاشون هستن این اتفاق میفته و قطع میشه برقشون و اکسیژن طرف قطع شده و طرف فوت شده و مسئولین ما خیلی با کمال پررویی اومدن گفتن که مسئولش ما نیستیم که اکسیژن شما قطع میشه، ما مسئول این هستیم که برق رو قطع کنیم، حالا به هر دلیلی. سه بار برق اینجا قطع شده، بیمارا رو هی کنسل کردیم، هی دوباره زنگ زدیم، مشکلات عدیده سه بار. و اتفاق مسخره دیگه که امروز افتاده و شما میتونید اینجا ببینید، تلفنی که من الان میگیرم، نگاه کنید، مثلا یه خطی رو میگیرم، لطفا بعدا شماره گیری فرمایید. این یه خط مطب هست و اینم یه خط دیگه مطب. میبینید خطوط تلفنی هم قطع شده و وقتی بهشون زنگ زدیم میگن 50,000 مشترک بر اثر قطعهای مداوم برق فیوز تلفن ها از شبکه مخابرات قطع شده. یعنی ببینید چه بلایی داره سر. و بعد غزه رو اینا مثال میزنن، میگن غزه اینجا خودش بر خودش غزه شده. با تشکر از شما. هم فیلمی بود که این دکتر گرامی فرستاده بود. این زندگی مردم، روزگار مردم اینه. تابلو زدن که اسرائیل تا 25 سال آینده نابود میشه. خب خامنه ای هم زرنگ دیگه، میدونه تا 25 سال آینده که اول خامنه ای نیست، ایشون تو سن 82 سالگیه، یه احتمال تو سن 106 سالگی عمر نمی کنه، فکر نکنم عمر کنه 106 سالگی. تابلو هم زده اونجا که که اسرائیل، بعد تابلو برق رفته، تابلو هم خاموش شده. خب شما یه برقی رو نمیتونید تأمین کنید که یه تابلو نابودی مثلا اسرائیل هم بزنید اون بالا. حالا میخواید اسرائیل رو نابود کنید؟ جریان چیه؟ جریان اینه که این ماینرها، ماینر، ببینید یه خورده توضیح بدم، خیلی هم آقا اینا چیکار میکنن، بیت کوین چیه، این جریان چیه. ببینید بیت کوین برای خیلی، حالا بحث مفصل و پیچیده‌ایه، ولی برای هر تراکنش اینها بیت کوین رو ماین میکنن. یعنی باید یه دستگاه‌هایی کار بکنه که به برق خیلی زیادی هم احتیاج داره و بیت کوین جایزه میگیره این دستگاه‌ها، یعنی بیت کوین جمع میکنه. بعد چون دستگاه‌ها تعدادش زیاده میگن مزارع بیت کوین. یکی از هموطنانمون انقدر ناراحت بود میگه بگید اینا کجاست ما بریم آتیششون بزنیم. الان فیلم اومده مرده ها تو این سردخونه ها برق رفته باد کردن، مرده یه عزیزی از یکی مرده، برق رفته این مرده ها باد کردن، این شده وضع و روزگاری که برای این ملت این آخوند حرومزاده پیاده کرد. من میگن چرا به اینا هی فوش میدید؟ خب فوش میطلبن دیگه، که فوششون میدیم. چه کشوری رو تحویل گرفتن از اعلی حضرت و چه کشوری رو ساختن، ای اومده جلو، اومده جلو، رسیده به اینجا دیگه. یه کشور رو نمیتونن اداره کنن، یه عده شدن چپاولگر و دزد و اینها، با پول مردم شدن تریلیاردر، نشستن اون بالا. یه عده شون از این چپاولگرای
پول اندکی میندازن جلو یه مجنیروی سرکوبگر که ازشون محافظت کنن، مردم هم حرف زدن بزنن تو سر مردم. این شده سیستم جمهوری اسلامی. تا الان پول نفت بوده،